سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. عذرخواهی می‌کنم بابت تأخیری که حاصل شد، هم بابت در واقع برنامه‌ای که یه مقدار جابجا شد، تقریبا من نیم ساعت از وقتم از دست دادم، هم بابت تأخیری که خودم ایجاد کردم که یه مقدار سپینگ کامپیوتر رو طول کشید. ارائه امروز بنده در خدمت شما سیستم امبدد مبتنی بر لینوکس هست. عنوان ارائه امبدد لینوکس فرام اسکرچ هست که هدفش در واقع نشان دادن صفر تا صد راه اندازی یک سیستم امبدد، حالا سخت افزارش رو صرف نظر کنید، نرم افزارش، بحث نرم افزارش فرض می‌کنیم سخت افزار در واقع ایجاد شده، می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که روسته چطور میشه یک سیستم امبدد لینوکسی رو روی این سخت افزار بالا آورد. این اسلاید هایی که خدمت شما هست از اسلاید های معروف فری الکترونز در واقع استفاده شده که لایسنس کریتیو کامن اتریبیوشن داشته و من اینجا سعی کردم که منتقل کنم با حالت در واقع ورکشاپ امروز که حالا بعداً اگر اسلاید ها رو ببینید میتونید اون توضیحات اضافه رو ببینید. اهداف ما امروز چی هست؟ میخوایم به چی را برسیم؟ اولاً اصلاً قبل از اینکه وارد اهداف و موضوعات بشیم در حد دو سه دقیقه یک آشنایی با همدیگه داشته باشیم، هم من شما رو بشناسم هم شما رو با من آشنا بشید و بعد این در واقع تعامل باعث میشه که من متوجه بشم که مخاطبانم دنبال چه موضوعی بیشتر هستن و شاید بتونم ارائه بهتری داشته باشم. خب موضوع بس که مشخصه، دوست دارم چند تا سوال از دوستان بپرسم. این که میزان آشناییتون با سیستم های امبدد چیه؟ کلا تعریف سیستم های امبدد رو غالبا میشناسن همه دیگه، لازم به ذکر نیست. سیستم‌های امبدد سیستم‌های خاص منظوره هستن که قراره یک کار خاصی رو توی یک سیستم سخت افزاری انجام بدن. عنوان مناسب فارسی که براش انتخاب شده سامانه‌های نهفته است. یک سخت افزاری که داخل یک سامانه بزرگتر قرار می‌گیره و خاص منظوره کار اون سخت افزار کار اون سامانه رو در واقع هندل می‌کنه. مثال PCU ماشین، مثال تلویزیون‌هایی که امروزه دارن تو خونه‌ها استفاده می‌شن و به اینترنت متصل می‌شن خیلی کار می‌کنه. خب آیا بین دوستان افرادی هستن که با سیستم امبدد به صورت روزمره کار داشته باشن یا مثلا حرفه‌ای کارشون باشه؟ یعنی میخوام ببینم که سطح در واقع دانش و معلوماتی که از این موضوع بین مخاطبان هست به چه شکله. افراد هستن کسانی که کارشون به صورت جدی امبدد روز داشته. شما حوزه کاری چیه؟ ما امبدد روز بورد رسپی هم بودم. آها، بورد رسپی هم بودم. من برای یک پروژه خیلی خاص بود. مشتری از من یک چیز خاص مواجه شد. من امبدد روز ستاره که کلن شد پنج میکر. اکترنر خاصیستم. همه چیزش کلن شد پنج میکر. این بوده روزش من پنج میکر. بسیار. برای از آقای مهندس، دوستان دیگر شما هم داشتید یه پروژه‌ای بود که حالا خاطر هم درگیرش هم با چند نوع بورد مختلف درگیر بودم، مثلا SCM های سامسونگ و یا حالا این اوپن هاردور های آردوینو و رسپبری. این بیشتر حالا اون باید نفس آموزش بود چون یه مقدار کار باید ریل تایم می بود، نمیتونست رو این بورد ها قرار بگیره. بعد با از بیس کار نرم افزار رو بخوام بگم تو فرمور مثلا کور بوت رو تست کردم، لیبره بوت و بعد مثلا دستی بوت دیدم اصلا بهتره، راحت کانفیگ میشه رو خیلی فلکسیبل. و برای خود درست کردن کرنل لینوکس هم یوکتو و لینارو این دو پروژه رو تست کردم، ازش از یوکتو خیلی بهتر جواب گرفتم، لینارو یه مقدار بوینگ‌تر بود. بعد و به این شکل QNX رو یه جایی خب QNX دیگه پولیه و اینقدر مثل یوکتو هم آزاد چیز نیست، اون رو ولی خریدیم گرفتیم نصبش کردیم چون دیگه کار باید واقعا ریل تایم بود. توی سایت امبدد لینوکس هم گفته که هیچ وقت امبدد لینوکس رو برای یه دستگاه خفن مثلا سرعتی رو استفاده نکن، اون بالا تو هدر همه سایت سپورت نمیشه.
مثلا برای لیزر فلان استفاده من دیگه چون کار چیزی بود صنعتی بود با یه همچوسته یه درگیر بودم هم بسیار ممنون دوستان دیگر خب بچکر من یه معرفی از خودم داشته باشم بنده ناصر افشین هستم در واقع تحصیلات آکادمیکم در حوزه برق و مخابرات بوده خیلی خب علاقه‌مندی حوزه مدیریت هست و حالا سعی کردم یه در واقع ورکشاپی رو امروز خدمت شما ارائه بدم خب اهداف ورکشاپ امروزم قرار هست که امروز با سیستم امبدد آشناتر بشیم یک سیستم امبدد به نظر نرم افزاری سه بخش عمده داره یک بوت لودر داره یک کرنل داره و یک فایل سیستم من چون وقتم هم در واقع کمتر هست خیلی باید سریعتر رد بشم ولی خب حالا امیدوارم که بتونم مطلب رو اینطور که باید برسونم بوت لودر ما همونطور که در واقع همه موضوعات توی فضای آزاد چندین آپشن برای انتخاب دارن بوت لودر های مختلفی میتونن استفاده بشن کردن های مختلف میتونن استفاده بشن و بوت فایل سیستم های مختلف میتونن استفاده بشن موضوع ورکشاپ امروز ما استفاده از بوت لودر بود استفاده از کرنل لینوکس و استفاده از روت فایل سیستمی با در واقع منطبق بر پروژه لینوکس ابتدای بحثمون به این خواهیم پرداخت که بوت لودرمون این بوت رو چطور کامپایل بکنیم با مفهوم کراس کامپایل آشنا میشیم میبینیم که کراس کامپایل لازمه کار ماست کرنل رو میبینیم که کامپیل میکنیم و کراس کامپایلش میکنیم بیزی باکس رو عنوان یک ابزار همکاری کوچک که میتونه توی بوت فایل سیستممون نقش بازی بکنه در واقع سبند اول کار ما کلیت موضوع رو به ما مشخص در واقع به ما ارائه میده موضوعات بعدی تکمیل این فایل سیستم برای اینکه یک هدف خاص رو به ما در واقع ارائه بده روت فایل سیستم رو ایجاد میکنیم با استفاده از بیزی باکس یک سری دیوایس فایل ایجاد میکنیم غالبا دوستان همه با لینوکس آشنا هستن میدونن که همه ابزارها توی لینوکس به یک فایل شناسایی میشه اون دیوایس فایل ها رو ما ایجاد میکنیم و از همون ابتدا میایم جنریشن سویت ها رو معرفی میکنیم دو سه تاشون رو نیاز داریم و در نهایت هدف نهاییمون که یک در واقع وب سرور کوچیک هست این بورد برای که بیرسی ما هست در اینکه به این وب سرور برسیم ما باید این مراحل رو طی کنیم یعنی هدف نهاییمون رسیدن به اون وب سرور هست خب ما برای اینکه یک سیستم امبدد مبتنی بر لینوکس داشته باشیم حالا من اختصاصا در مورد این موضوع بحث میکنم ولی فکر میکنم این موضوع در همه موارد به همین دو تا راه ختم بشه برای اینکه یک سیستم این شکل داشته باشیم دو راه وجود داره یا اینکه از بالا به پایین یک سیستم رو خلاصه بکنیم یعنی یک سیستم کامل رو برداریم چون ما سخت‌افزار رو سخت‌افزار محدودی غالبا باید یک نرم‌افزار محدود رو بیاریم در واقع بیاریم بالا دقت می‌کنید که یکی از تفاوت‌های عمده سیستم‌های امبدد و سیستم‌های دسکتاپ محدود بودن منابع سخت‌افزاری ما هست همونطور که حالا احتمالاً آشنا هستید تو سیستم‌های امبدد ما محدودیت پردازش داریم محدودیت حافظه داریم این محدودیت‌ها ما رو به این سمت سوق می‌ده که بیایم نرم‌افزار رو تا آنجا که ممکن است کوتاه و مختصر و مفیدش کنیم برای این دو تا راه وجود داره یکی اینکه یک دیستریبیوشن کامل لینوکس رو برداریم از زوایای ظاهرش بزنیم تا به یک در واقع دیستریبیوشن کوچیک و مناسب برسیم ولی این راه راه مناسبی نیست چون معمولا دیپندنسی و انقدر زیاده که برای ما دچار در واقع ما رو دچار مشکل می‌کنه راهی که معمولا استفاده میشه و همیشه پیشنهاد میشه باتم آف هر پوش هست یعنی از صفر یا از یک چیز خیلی مینیمم شروع بکنیم و آن چیزی لازم هست رو قدم به قدم بهش اضافه بکنیم کاری که امروز ما تو ورکشاپ همون انجام میدیم همین هست میخواییم که در واقع یک سیستم رو از صفر شروع بکنیم و به یک سیستم کاربردی در واقع وب سرور برسیم که می‌بینید که از صفر شروع می‌کنه و به اون نقطه می‌رسه. From scratch بودنش به همین موضوع برمی‌گرده. خب ابزارهایی که ما توی این ورکشاپ استفاده می‌کنیم. اولا سخت‌افزارهایی که قرار استفاده بشه لیستشون به همین سه تا محدود میشه. حالا بریم از کابل شبکه.
یک سخت افزاری داریم، سخت افزاری به اسم APX210، سخت افزار به طراحی بومی توسط یک شرکت کشور خودمون هست که حالا جلوتر بیشتر باهاش آشنا بشیم. یک کابل سریال به USB هست و در نهایت یک SD کارت برای اینکه ما بتونیم بوت لودر رو به این سیستم در واقع معرفی بکنیم و بتونیم سیستم رو در حالتی که همه قطعات خام هستن و هیچ برنامه‌ای وجود نداره بتونیم بورد رو در واقع به کمک اون بوت کنیم. خب ویژگی‌های این سخت افزار رو به صورت خلاصه بخوام خدمت شما نشون بدم، حالا یه لوگوی کوچیک هم این سخت افزار کاری دیده میشه. پردازنده S5P210 از پردازنده‌های در واقع مبتنی بر ARM Cortex A8 هست، شرکت سامسونگ داره. ما روی این سخت افزار رو به غیر از پردازنده اجزای دیگه ای داریم که پردازنده کمک میکنن که هدف نهایی رو داشته باشیم. 512 مگ اینجا رم داریم، 256 مگ نند فلش داریم که الان قابل افزایشه. یه پورت ادرنت داریم، دو تا پورت USB داریم که حالا وبکم یا احیانا کیبورد موس بهش متصل کنیم. SD کارت، کامپکت فلش، سریال پورت 4 تا، آیزاپورت که همچنان توی استفاده صنعتی استفاده میشه، باید قدیمیه ولی همچنان درخواست داره برای توسعه قابلیت های سخت افزار رو استفاده میشه. گروهی خروجی تصویر AV داریم، VGA یا LCD پورت داریم که میتونیم تصویر رو روی مانیتور نمایش بدیم. امروز ما این کار رو نمی کنیم، از خیلی از این آشنا استفاده نمی کنیم، باید نمیرسیم. و یک سری ابزارهای دیگه داریم، JPEG و LED و GPIO. در واقع اینها مشخصات بورد هستش. من نمای بورد رو چون دور احتمالاً دیده نمی‌شد، من یک تصویر هم ازش گرفتم که اون پردازنده رو مرکز می‌بینید، 4 تا چیپی که اطرافش هست، رمش هست، ببینن فلشش هست. برنامه ما در واقع هارد سیستم های امبدد معمولاً یک همچین چیپی هست، همون سیستمی که شما با عنوان SSD معمولاً اصلا می‌شناسید. نند فلشمون هست، پورت‌های مختلف، بخش پاور بودی. پشت بورد هم یک سری از قطعات ببینید وجود داره، الان تو یک کامپکت فلش و LCD دو تا پورتی که حالا این LCD و اون کامپکت فلش اینجا دیده میشه. خب این از ابزارهای سخت افزاری مورد نیاز. ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز مون چی هست؟ خب قاعدتاً اگر بخواد یک کار از صفر تا صد معرفی بشه خیلی از ابزارها رو ما نیاز داریم. آنچه که امروز بهش نیاز داریم رو من اینجا سعی کردم لیست کنم. اولین قدم اینه که یک کراس کامپایلیشن تول چین داشته باشیم. کراس کامپایل تفاوتی که با کامپایل داره، در واقع احتمالاً شما با دیدن این موضوع ذهنتون میره به سمت یه ابزاری برای کامپایل دیگه. حالا خب کامپایل با کراس کامپایل یه فرق داره که در واقع به این شکلیش رو بیان کرد. سیستم هایی که در واقع مبتنی برای کراس کامپایل هستن، یعنی کراس کامپایل عمل کراس کامپایل رو اینطور میشه تعریف کرد. شما یک کدی رو روی یک سخت افزار کامپایل میکنید، نه برای اینکه روی اون سخت افزار اجرا بشه، برای اینکه روی سخت افزار دیگه اجرا بشه. کاری که ما میکنیم، یعنی در واقع کدهای بوت لودرمون، کرنلمون و روت فایل سیستممون رو روی کامپیوتر هاستمون، روی لپتاپ خودم در واقع کامپایلش میکنم و در نهایت منتقلش میکنم به این سیستم آر و توی این آر قرار اجرا بشه. به این عمل میگن کراس کامپایل. ابزارهایی که برای این عمل استفاده میشه به عنوان کراس کامپایلیشن تول چین معرفی میشن که حالا کامپایلر و لینکر رو نمیدونم ابزارهایی که لازم هست اصلا به عنوان چیز دیگه است که واردش نمیشیم، فقط میبینیم که چجوری استفاده میشه. نهایت چیزی که از این ترباله که بازش میکنید و صدا میزنید GCC رو. حالا میبینید بوت لودر همونطور که از خدمتتون یکی از سه جزء نرم افزاریه که توی خود سخت افزارمون قرار اجرا بشه. بوت لودر، کرنل و سی لایبرری که البته جزئی از روت فایل سیستمه، میتونه به عنوان بخش‌های نرم افزاری که روی خود سخت افزارمون میخواد اجرا بشه و قراره به کمک اون کراس کامپایل تول چین ساخته بشن، به این سه قسمت در واقع تقسیم می‌کنه. بوت لودر هدفش این هست که سیستم رو از وضعیت خاموش یه مقدار بیاره بالا، کرنل رو لود بکنه، اینیشیالایزش
اینیشیالیزیشن های اولیه رو انجام بده، کرنل رو آماده کار بکنه و در نهایت بعد از اون کرنل بودش نهایی شد، روت فایل سیستم رو در اون اینیت رو به عنوان اولین پروسس فضای یوزر اسپیس در واقع اجرا میکنه و در واقع سیستم بود میشه. ما بودیم سیستم بود، سیستم بود شد. سی لایبرری ها هم خب قاعدتاً رابط بدهیم با فضای یوزر اسپیس و کرنل اسپیس هستن. هر برنامه که شما می‌نویسید قاعدتاً با یک سری لایبرری که ازشون با نام سی لایبرری نام برده میشه با کرنل ارتباط خواهند بود. شما لازم نیست همه اینترفیس های کرنل رو بشناسید. به کرنلتون میگید که من میخوام یه فایل باز بکنم. کرنل خودش میدونه که هارد کجاست، آدرس بندی ها رو میشناسه. مثلا اون در واقع کال دستور اوپن که استفاده میکنیم داره از ابزارهای سی‌لایبرری استفاده میکنه که برنامه شما رو به کرنل متصل کنه و کرنل هستش که روی سخت افزار شما نشسته داره دستور نهایی و کار اصلی ما رو برامون انجام میده. خب یه مقدار صحبت میکنم در مورد دیزی باکس. دیزی باکس همونطور که عرض کردم یک ابزار خیلی کوچیک و جمع جوره که ما میتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک روت فایل سیستم داشته باشیم. بوت لودر رو تقریبا معرفی کردیم، کرنل معرفی کردیم. در مورد روت فایل سیستم که قرار از دیزی باکس استفاده کنیم. دیزی باکس معروف به سوئیس آرمی نایف، یه از این چاقوهایی که قیچی دارن، همه چی دارن، چاقو داره، اره داره، پیشگوشی داره، یه همچین ابزاری، یک ابزار با حجم خیلی کم که میتونه خیلی کارها رو برای ما انجام بده. مثلا دستورهای عمومی لینوکس، دستورهای مثل LS، کپی، نمیدونم حتی یه مقدار پیشرفته تر از اون لیستشون رو اینجا میتونید ببینید. مثلا دستوری که ما امروز میخوایم ازش استفاده کنیم HTTP سرور وب هستش. همه اینها در قالب یک باینری واحد ارائه میشن و این باینری با یک مکانیزم خاصی که الان اینجا فکر نمی‌کنم وقت بشه در واقع توضیح بدم میتونه همه این دستورها رو برای ما اجرا بکنه. خلاصه‌اش اینه که هر کدوم از این دستورها با نام خودشون یک لینک هستن به اون باینری خاص. هر کدوم از این دستورها که فراخوانی می‌کنید در واقع همون باینری واحد داره فراخوانی میشه و همه اینها با یک باینری واحد در حدود 1 مگابایت داره در واقع فراهم میشه. همه این دستورها ما خواهیم داشت. بیز باکسی که امروز استفاده میکنیم اسنپشات هفته پیششون. خب در مورد سی لایبرری ها، ما سی لایبرری ها رو استفاده نخواهیم، یعنی در واقع شده مستقیم شیر لایبرری امروز استفاده نمیکنیم. شیر لایبرری به عنوان در واقع شیر لایبرری ها تمام میشناسیم از اون استفاده نمی کنیم، ولی قاعدتاً برنامه رو باید با یک لایبرری لینک بکنیم و دوست داریم این کار رو برای سادگی کار امروز که خواهد این ورکشاپ کوچیک انجام بشه به صورت استاتیک این کار رو انجام بدیم. دو تا لایبرری معروف سی رو من اینجا میخوام معرفی بکنم، البته بیشتره. یکی جی بی سی، در واقع جی بی سی یک اینترفیس معروف هست برای اینکه برنامه‌های یوزر اسپیس با کرنل بتونن صحبت بکنن. یکی از راه‌ها جی بی سی، خب خیلی کامپتیبل با همون چیزی که شما روی سیستم خودتون می‌بینید، ولی با توجه به حجم نسبتاً بیشتری که داره توی سیستم‌های امبدد اونجایی که لازم نباشه استفاده نمی‌شه. مثلا میتونید اینطور از نظر حجمی مقایسه بکنید که یک برنامه هلوورد ساده حدود 12 کیلوبایت حجم خواهد داشت و اگر استاتیک لینکش بکنید 150 کیلوبایت، 350 کیلوبایت. این به این معنیه که اگر ما لایبرری جی بی سی رو کنار گذاشته باشیم و چندین برنامه یوزر اسپیس داشته باشیم که همه بخوان از این استفاده بکنن، مثلا یکیشون باشه هلوورد ما، اون هلوورد ما 12 کیلوبایت. ولی اگر این جی بی سی رو از سیستم حذف بکنه و بخوایم مثلا یه هلوورد داشته باشیم که ابزارهای جی بی سی رو در دل خودش داره، میشه روش استاتیک نیمی که حدود 350 کیلوبایت حجم خواهد کرد. یک ابزار دیگه، یک در واقع لایبرری دیگه، یو سی بی سی. من فعلا دارم معرفی میکنم، جلوتر استفاده هم خواهیم کرد. یو سی بی سی یک ابزاریه که یک لایبرری که حجم کمتری میگیره. میبینید مثلا هم برنامه 12 کیلوبایت شد 2 کیلوبایت و هم 350 کیلوبایت شد 18 کیلوبایت. خب کامپتیبیلیتیش
بد نیست نسبت به من خود یه سری از فانکشنالیتی ها رو نداره. خب ما هدفمون این هست این پروژه که یک وب سرور بیاریم بالا. این وب سرور برای اینکه بالاخره یک کاری هم من انجام بده دیگه که بشه اسمش رو گذاشت پروژه‌ای که توی ورکشاپ انجام شد، میخواد آف تایم سیستم رو ما بگیر، یعنی به اینکه این سیستم شما یعنی هر وقت هم وارد اون وب سرور میشن وارد ضربه اون از این سرویس رو میگیرن به من بگه که زمان روشن بودن بورد چقدر بوده، زمان روشن بودن سخت افزار چقدر بوده. این نشون دادن این قابلیت بعدا شما میتونید رو جایگزین کنید با چیزهای دیگه کنترل سخت افزاری داشته باشید یا چیزی. برای اینکه این قابلیت رو ما پیدا بکنیم نیاز داریم یک سری ویژوال فایل سیستم. دستور آف تایم رو همتون احتمالاً تو لینوکس میشناسید. دستور آف تایم رو که میزنیم میره داخل پراک رو نگاه میکنه و از فایل سیستم پراک استفاده میکنه برای اینکه متوجه بشه که یعنی در واقع کرنل رو میپرسه این بود متوجه بشه که چند دقیقه است که سیستم روشنه، چند دقیقه است که سیستم آف بوده و همچنین لود اوریج های سیستم رو یک دقیقه اخیر، پنج دقیقه اخیر و 15 دقیقه اخیر رو به ما گزارش میده. برای اینکه ما به این هدف نهاییمون دست پیدا بکنیم لازم هست که بعضی از ویژوال فایل سیستم ها رو مانتشون بکنیم. ما سیستم داریم فرام اسکرچ میایم بالا، غالبا هیچ چیزی اتوماتیک کار نمیکنه مگر اینکه ما تنظیمش کرده باشیم، ما مانتش کرده باشیم. یکی از ابزارهایی که بهش نیاز داریم اسلش پراک هست. اسلش پراک رو احتمالاً میشناسید، یک واسطیه که اطلاعاتی رو از کرنل به یوزر اسپیس در واقع یه سری فایل میده. مثلا اگر من اسلش پراک سی پی برو توی یک کامپیوتر مثلا رو سیستم خودم ببینم، مثلا همینجا دیده میشه فونت بزرگتر مثلا اگر من اینجا اسلش پراک CPU اینفو رو ببینم به من میگه که بایندست هم ببینمش به من اطلاعاتی در روی CPU میده، این روی سیستم خودم میگه و همین لپتاپی که درامش کار میکنه. خب من میخوام از دستور uptime استفاده کنم. دستور uptime هم که بعدا خواهیم دید روی امبدد سیستممون قرار یه چنین گزارشی بده، ساعت رو اعلام میکنه 11:26 دقیقه 41 ثانیه است و من داره گزارش به نصف وقت هم رفته. 33 دقیقه است که آف شده، 3 تا یوزر بهش وصلن، 3 تا ترمینال بازه، یک ترمینال دیگه که خود ترمینال که این مانیتور شما نمیبینیش. لود اوریج رو 1 دقیقه اخیر، 5 دقیقه اخیر و 15 دقیقه اخیر این اطلاعات رو داره از داخل استش پراک میده. پس لازمه که ما استش پراک رو هم به فکر مانت کردنش باشیم. خواهیم دید که این رو مانتش میکنیم. حالا یه سری از بخش های مختلف اسلش پراک رو هم اینجا میبینید که من بهش نمیپردازم چون ارزش و اهمیت خاصی برای ورکشاپ امروزمون نداره. داکیومنتیشن کاملی هم توی سورس کرنل وجود داره، میتونید کامل تر از این رو ببینید. خب اجازه بدید شروع کنیم کارمون رو، یعنی به صورت جدی بریم روی سخت افزار کارمون رو شروع کنیم. تقریبا تمام اطلاعاتی که لازم داشتیم رو من خدمت شما عرض کردم و سعی کردم اکثر چیزی که ذهنم میرسید لازم هست رو پوشش بدم. خب برای اینکه ما کارمون رو با سخت افزار رو شروع کنیم اولا یه قرارداد رو با هم بذاریم. از اول یه سخت افزار یه تارگت اگر یادم نره که بایدن اپیزی بیستدن به این سخت افزار این تارگت به اون در واقع کامپیوتری که لپتاپ رو بهش این هاست. این دو تا دیوایس میتونن معماری های متفاوتی داشته باشن و اصلا قضیه کراس کامپایل از همینجا ایجاد شد. قرار شد که یک هاست داشته باشه، یه کدی روش کامپایل بکنید بدید روی تارگت. مثلا هاست ما میتونه 86 باشه، اسم موضوعی که میگیم، تارگت ما میتونه آر باشه، آر بی سی باشه، بی باشه، چیز دیگه باشه. و تو در بحث امروز اون تارگت اون یک آرم هستش. دو تا ارتباط رو ما نیاز داریم بین هاست و تارگت. سریال و هدر. از طریق سریال دسترسی‌های ابتدایی رو ما به تارگت خواهیم داشت. در واقع میتونیم با بوت‌لودرش ارتباطاتی داشته باشیم، میتونیم با بوت‌لودر صحبت کنیم، یه کنسول ساده بهمون بده و بعداً هم که لینوکس اومد بالا میتونیم از طریق همین پورت سریال با
در واقع یک چیز داشته باشه، یک ترمینال داشته باشه. از طرف اداره هم چون سرعت بیشتری در اختیار رو میذاره، میتونیم برای انتقال فایل و چیزهای شبیه این استفاده کنیم. البته از سریال هم میشد استفاده کرد، ولی خب زمان خب خیلی میشه. حالا اول اینکه بوتولدرمون رو کامپایل میدیم، گفتیم که سه تا بند نرم افزاری رو من باید امروز اینجا در واقع کامپایلش کنم. بوتلودر، کرنر و روش فایلز. اول بوتلودر، بوتلودرمون همونطور که عرض کردم از یوبوت استفاده کرد. یوبوت رو میشونید از این سایت بگیرید. قاعدتا سخت افزار ما یک سخت افزاری هستش که ویژگی‌های خاصی خودشو داره، یه سری کاستومایزیشن انجام شده روی سخت افزار و از نظر نرم افزاری باید اون کیوبوت استاندارد با این در واقع اصطلاحاً گفته میشه که اون کیوبوت برای این بورد باید پورت بشه. این پورت لازمش ایجاد یک در واقع تغییراتی توی اون نرم افزار استاندارد کیوبوت هست. اون تغییرات رو همه ما میدونیم توی دنیای نرم افزار آزاد و البته اون طرف نرم افزار غیر آزاد همیشه با یک پچ انجام میشه. ما در واقع بود دوله استاندارد رو میگیریم، پچ رو بهش میزنیم، میشه اون بود دوله که قابلیت اجرای این سخت افزار رو داره. برای اینکه این کار رو بکنیم یک سری کامپیوتریشن این رو هم باید عرض کنم بگم شده بود دوله ما میتونه یک سری کامپیوتریشن ها و بکنم دیلیشن اگر بود لودر ما میتونیم یک سری تنظیمات رو بپذیریم. تنظیمات دیفالتی وجود داره چون نمیخواد امروز وارد به اون تنظیمات بشیم. من این رو تو پرانتز عرض کنم، این اصطلاحاتی هایی که قرار 32 تا اصطلاحات بشه و تموم بشه یه سرود 1230 تا اصطلاحه که تو کورس‌های استانداردش به اون شکل بیان میشه. من خیلی خیلی دارم خلاصه و مختصر میگم. میخواییم بود لودرمون رو کامپیت بکنیم برای اینکه راحت باشیم امروز یک کامپیوتر دیفالت رو در مورد ایجاد کردیم، گذاشتیم با دستور make.exe.com کامپیت اون کامپیوتر دیفالت اعمال میشه. قبل از اینکه بود لودرمون رو کامپایل بکنیم باید اول پیکربندی کنیم. این دستور دستور پیکربندی اون نرم افزار است. بعد از اون باید بزنیم make تا عملیات کامپایل انجام بشه. در واقع عملیات باید به صورت کراس کامپایل انجام میشه. تنها تفاوتی که توی این موضوع ما داریم این هستش که به جای اینکه جی سی سی استفاده بکنیم از یه جی سی سی خاص استفاده میکنیم که باز هم امروز فرصت نمیشه در مورد اینکه چطور جی سی سی خاص رو از روی سورس جی سی سی میسازیم صحبت بکنیم، ولی به هر حال داستانش این بوده که اومدن سورس جی سی سی رو گرفتن، مثلا من اومدم اونجا گرفتم کامپایلش کردم برای آر، یعنی گفتم که قرار کراس تول چینی بشیم که توی x86 اجرا میشیم و برای آر کد تولید میکنم. من دستور میک رو که بزنم دنبال یک جی سی سی میگرده با پسوند آر لینوکس، آر لینوکس جی سی سی. تمام ابزارهایی که توی در واقع تول چین نیتیو هست، تول چین استاندارد هست، یک پیشوند آر لینوکس ابتداش اضافه خواهد شد. مثلا ای آرمون که برای ابزار آر فایبرمون هست با در واقع لایبرری کد کار بکنه شده آر لینوکس ای آر. نمیدونم آر لینوکس بنجی این کرمون دیده شد یک پیشوند اضافه شد که این رو خواهیم دید که فقط با تغییر در واقع گذاشتن اون کراس کامپایلر توی پز این کار انجام میشه. خب نتیجه نهایی این تغییر ما این خواهد بود که بوت لودر ما در واقع یک فایل باینری به دست خواهد آمد. خب این رو برای اینکه یه بخش از موضوع رو هم عملی پیش ببریم اجازه بدیم که من دیگه نمیبینم. ببخشید من رو ببندم. من یک مشکلی داره که در واقع فنش گیر میکنه. من عوض میخوام فن لپتاپ من با یک در واقع حرکت داره راه میکنه، یک فوت نیاز داره، فوت کوزه گری داره. البته این اتفاق هر مثلا ما یه بار میافته، من توی ارائه جایی این اتفاق میافته. اتفاق
پرسونال یه دونی کم به عنوان بریک موضوع خب بریم سر یه بار من این لپتاپ بازش کردم دقیقاً 42 تا پیچ بود بازش کردم رسیدم به این فنه بعد دقیقاً موقعیتی بود که لپتاپ رو نیاز داشتم فن رو یادم بادمینا گرفتم دوباره گذاشتم سر جاش به این امید که حل شده باشه ولی حل نشد حالا میگم ما یه باری اتفاق داره برای من میفته دیگه درست شده وقتی درست میشه دیگه درست میگم یادتون راحت میشه خب من ابزارهایی که امروز نیاز داریم رو توی این فولدر جمع کردم توی در واقع سورس خب ببینیم سه تا فولدر داریم که با هر سه تاش میخوایم کار بکنیم از اول بحث چند بار رو گفتم سه تا بخش نرم‌افزاری داریم بوت‌لودر بوت فایلستان الان قرار شد بریم بوت‌لودرمون بوت رو در واقع بهش رسیدگی کنیم کامپایلش کنیم خب توی این بوت لودر من بکنم من بیام این ور رو حتی بکنم تایپ کنم خب من چیز نمیدونم آها تو بهش اینجا بشین نه نه چه نیست چون دوباره بلند میشه خب بوت لودر رو من اول آنچه که لازم نیست رو پاک کنم در واقع آزمایشه قبلیم بوده که چیزی که نیاز داریم اینه یک درست یک پرواه که همون سورس بوت لودر استاندارده یک پچ یا مجموعی از پچ ها که تبدیلش میکنه به بوت لودری که روی این بورد در واقع استفاده میشه قابل بوت شدنه و قدم اول این ریدمی هم که فایل توضیح قدم اول اینه که من این رو اکسترکت خب حالا بکنم یه فولدر ایجاد میشه میرم داخلش پچ رو حتما باش آشنا هستید این پچیه که قرار بورد ما رو تبدیل بکنه یعنی نرم‌افزار رو تبدیل بکنه به نرم‌افزاری رو هاردور ما بیاد اصطلاحاً به این پچ‌ها ESP گفته میشه بورد ساپورت پکیج گفته میشه ابزاریه که از این بورد به بورد دیگه متفاوته یعنی این رو ما بر اساس این بوردی که طراحی کردیم اومدیم تغییرات رو اعمال کردیم نم فلشی که استفاده کردیم همون دیوایس درایورها رو همون ابزارها رو گذاشتیم توی بوت لودرمون که بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه خب من پچ رو میزنم یه سری تغییرات دیگه و من میتونم حتی بیام حالا اسم این رو اگر بخوام که چیز باشه مثلا اسمش رو بذارم SSD سامنه سنتا اسمش هم میتونم عوض بکنم برای اینکه یادم باشه که پچ زدم روش خب من قرار شد که چیکار کنم؟ قرار شد که کامپایل انجام بدم دیگه قدم اولی بود که کانفیگش کنم کانفیگ انجام میشه من باید کراس کامپایلرم رو بزنم روی پس برای این کار یه اسکریپت درست کردم که تنها کاری که میکنه اینه که آدرس محلی که اون تربال رو باز کردم داره وقتی که این دستور رو میزنم میره آدرس کراس کامپایلرم رو میذاره ابتدای پس الان میبینیم چه اتفاقی میفته الان اگر طرز من رو ببینیم این هست اگر من دستور اکستوز چون من چند تا کراس کامپایلر دارم برای جاهای مختلف و مدیریتش یه اذیت کننده بوده اومدم یه همچین کاری انجام بدم حالا میگه کدوم از اینها رو میخوای من میگم که این رو میخوام الان اگر پز من رو ببینید میبینید که یه آدرس فقط اقتدا شده باشه تنها کاری که اون کرد همین الان اگر من بزنم make و ترجیحاً با J8 عملیات کامپایل شروع میشه عملیات نیک همونطور که میدونید میتونه به صورت موازی هم انجام میشه جی هشت رو که میزنید یعنی هشت رو به صورت موازی
این کار انجام بشه. خب کوتاه، خیلی طول نمیکشه، میتونیم وایسینگ تا انجام بشه. خب بوت لودر ما آماده شد. الان اگر من یک LS بگیرم اینجا، میدونید که یک U-boot.in اینجا ایجاد شد، بوت لودریه که ما ساختش. خب از این بورد رو من با همون ستینگی که دیدید اونجا روشن بکنم، یک بورد سریال و یک بورد در واقع شبکه. لینک ارتباطی ما با سخت افزارمون هست. یک پاور، سه تا سیم اومد اینجا، یک پاور، دو تا کابل ارتباطی. دوباره هم داستانه نباشه. رو ساختم. هدفم از در قدم بعدی اینه که این بوت لودر رو روی سیستم بیارم بالا، یعنی سیستمم رو با این بوت لودر بوتش کنم. قبل از اینکه این کار رو بکنم باید در واقع به یک موضوع اشاره کنم. این سیستم ما الان چه نیامد، باید کاری بکنیم ما اینجا. اون بالاتش و ما بشه شایدش اینجوری. خب بورد ما گوانه هر گوانه سخت افزار امبدد دو تا روش داره برای اینکه بوت بشه. قاعدتا بورد وقتی که ساخته میشه هیچ نرم افزاری روش نیست، برای یک نرم افزار اولیه وجود داشته باشه بتونه بوت بشه. این در واقع حداقل دو تا روش وجود داره. یکیش استفاده از یک اس دی کارته که موقعی که هیچ نرم افزاری جایی از بورد ذخیره نشده از اون اس دی کارت داره استفاده. وقتی که این اس دی کارت بوت لودر ما روی اون اس دی کارت قرار میگیره و این اس دی کارت داخل بورد قرار میگیره، بورد میتونه با استفاده از اون بوت بشه. در مرحله بعد میتونیم با استفاده از اون بوت لودر یه کپی از خود بوت لودر رو روی نند فلش بوردمون قرار بدیم. روی منفرش بوردمون قرار بدیم و از این به بعد دیگه نیاز به اون اس دی کارت نیست. بوردمون خودکفا میتونه خودش بیاد بالا بدون هیچ در واقع کمک نیرومی. فکر کنم این طرف رو یاد درست شد. از یه زنی کمرنگی من باید یه زنی گرم میشه. خب برای اینکه ارتباط برقرار کنیم با سخت افزارمون، با اون تاریخ بوردمون، نیاز داریم به یک، من یه تب همونجا باز میکنم و خیلی بین این دوتا تب سویچ میکنم. حالا امیدوارم که واضح باشه چون من اینجا کیبورد رو میزنم ولی شما شاید یه ذره سخت باشه. خب ببینید وقتی که بوشن میشه و اولا این ابزاری که من راه کردم که اومدم اینجا یک ابزاری بود به اسم مینیکام، یه ابزاری برای ارتباط برقرار خود سریال. قبلا تنظیماتش انجام شده و چون پورت سریال من رو اینجا داره نمایش میده، شما میتونید بوت لودری که قبلا روی بورد نصب بوده رو ترمینالش اینجا بدونید. من اگر موقعی که بورد داره روشن میشه که مورد سریال یک کلیدی رو فشار بدم، میرم توی حالتی که میتونم با بوت لودرم تعامل داشته باشم. مثلا بهش میگم که بیا بوت لودر فلان رو آپدیت کن، برو کرنل رو از اینجا بردارید اونجا، این کارهای ابتدایی رو باش انجام بدم. ولی اگر کلید رو فشار ندم، این حالت عادی و معمولی خودش میره سراغ کرنل، کرنل رو میاره و کرنل هم بالاخره مسیر خودش رو ادامه میده. من الان کاری کردم این بود که یه کلید رو فشار دادم و وارد ترمینال بوت لودرم شدم. از اینجا من میخوام کاری که بکنم این باشه که کلاً
نندم رو به طور کلی پاک بکنم، چون من میخوام یه بورد خام داشته باشیم، هر چی که قبلا توش بوده رو بذاریم کنار. و در واقع حالا اینکه خیلی چیزی نداره، من کاری کردم که اگر یک بار بورد رو روشن خاموش بکنم دیگه بورد بوت نخواهد شد. میزنه من چک سام ارور، دیگه هیچ برنامه‌ای روش نیست که بیاد بالا، چون من قبلا این برنامه رو بهش داده بودم دیگه بوت لودری داشت. الان میخوام کاری بکنم که با بوت لودری که ساختیم بورد بیاد بالا. کافیه که اون بوت لودر رو من توی استی کارت ذخیره بکنم با یه اسکریپتی، در واقع توی بایت های لو لول استی کارت برنامه‌ریزی، توی سکتور های لو لول استی کارت برنامه‌ریزی بشه. از اون گذر می‌کنیم، وقتمون رو می‌گیره و یه استی کارتی الان اینجا داریم که این اتفاق براش افتاده. این بوت لودری که ساختیم اونجا وجود داره. من کافیه یه جامپر رو عوض بکنم و بورد متوجهش کنم، بفهمونم که از استی کارت بوت بشه به جای نند که الان خالیه. این جامپر رو عوض می‌کنم. من امیدوارم که بورد من بوت بشه. الان ببینید چه اتفاقی میفته. بوت لودر اومد بالا. من هیچ دست به هیچ چیزی نزدم. بوت لودری که الان کامپایل کردیم رو من دوست بودم رو استیکارت. استیکارت رو گذاشتم توی بورد. تنظیم کردم که با استیکارت بیاد بالا. بوت لودر اومد بالا. چون من دست به کلیدی نزدم، وارد مراحل عادی کار خودش شد. در سراغ کرنل که بخونتش، دید که سیگنیچرش درست نیست و متوجه شد که کرنل رو نمیتونه پیدا کنه، عملکردش متوقف شد. تا اینجا ما تونستیم بوت لودر رو روی بورد کامپایل بکنیم و بورد رو با کمک در واقع بوت لودر بیاریم بالا. ولی خب الان ما وابسته هستیم این استی کارت. قرار اولین قدم این وابستگی رو برطرفش بکنیم. من الان عرض میکنم که قرار چه کاری بکنم. یه مسئله یوتی که راهایی داره برای گرفتن حالا فایل کانتنت اینا از راه خود یو اس بی، این یو اس بی بله دوسرش اون هم یک راهشه. ما یه اسکریپتی خیلی کم یه صفحه‌ای هست که از هر فایلی میتونی بهش بری روی یو اس بی بفرسته، بعد یوت رو می‌ذاری منتظر اون همینطوره. همینطوره اون یکی از راهشه، ولی ما یه راه دیگه هم می‌گیم. اف تی پی اونم یک، ما تی اف تی پی استفاده می‌کنیم. باش این بایوس میرن داخل بود. الان هر چی که ما به عنوان بایوس داریم توی سیستم های در واقع 286 آلو سیستم های دست داریم. من دوست دارم بگم پچ رو اعمال کردم. تو اون پچ یک سری از این قابلیت ها برای این بورد راه اندازی میشه، یعنی مثلا یو اس بی این دیوایس درایورش به بوت لودر معرفی میشه. اگر اون اتفاق افتاده باشه بوت لودر اون بورد شناسه اونجا که از بوت لودر به ورش دست شما باشه اون بورد یه بورد خامیه دیگه نیست. مثلا این بوت لودر مثلا حالا به جز من که ساین میکنم بوت لودر باشه نشون بعد از اون مثلا فقط همین همینه. بله یه راه دیگه نه، اگه این بوت لودر رو بشن بستن دیگه نمیتونیم این قابلیت رو بشه زاده کنم. با حالا چیزه ترکاز کردم نیم کردم بارد سریال مثلا این دستی بکنم همون چیزی که همونی که بزن تیر رو بزنید اول میکنم بعد دیر ایزی کنید به همون نجیم بیا بودم بعد از اون دیگه اصلا بیوز بگیم نیست، فقط هم یه بارد ثابته که اگه دوست دارم در من همینطوری دیگه چیز نمیشه کرد، نمیشه بیشتر از این واردش شد چون این فولدر رو بس نمیشه. خب من قراره یک سری در اون بوت لودری که ساختیم رو یه بار کپی کردم استی کارت و بورد رو باش کپی کردم، یک بار دیگه بعد اون استی کارت اون در بوت لودر رو کپی بکنم روی نند فلش هم باید به ابزاری با یک روشی اترمون فایل کامپایل شده رو کلاس کامپایل شده رو مطلع بکنم روی بورد.
یه اسکریپتی نوشتم من که با استفاده از TFTP توی یوبوت این کار رو انجام میده. چون میخواستم سریع این کار انجام بشه و وارد دیتیل نشیم، از یه اسکریپت استفاده کردم. من برد در واقع فایلی که ساختیم رو توی این ترمینال هستم. فایل رو میریزم توی مخزن TFTP. TFTP رو من خلاصه توضیح بدم. یک مخزن داره روی کامپیوتر من، مثلا یه فولدری داره. من هر چی فایل بریزم اونجا با درخواستی که از سرور TFTP از بیرون از طرف برد من انجام میشه، میتونه اون فایل ها رو براش ارسال بکنه. یک دیمنی اینجا بالا هست که داره گوش میده. مثلا وقتی برد من میگه که فایل yubut.min رو برام بفرست، نگاه میکنه به مخزن خودش، اگر yubut.min تو مخزن وجود داشت ارسالش میکنه با پروتکل TFTP. من باید yubut.min که ساختیم رو بریزم تو این مخزن TFTP بود. مخزنیه که TFTP من تو کانفیگوریشنش بهش معرفی شد. چه بیاری آره. اینجوری خوبه؟ کنترل ال هم میشه. خب. چون من از همون کار لازم هم. الان با بله، الان همین کار رو داریم. بله، البته میگم یکی از راه هاست. ما میتونستیم از چیز استفاده کنیم. میتونستیم از سریال استفاده کنیم. میتونستیم از USB استفاده بکنیم. امروز ترجیح دادم که لن باشه، راحته، راه اندازش. نه آره میشه، میشه از طریق سریال هم میشه این کار. تصویر میلی فرم میشه میشه. خب من الان کاری که کردم یوبوت رو ریختم تو مخزن در واقع جایی که باید بریزم و توی بردم رو یک بار ریستش میکنم و کلید اسپیس رو نگه داشتم که بیام اونجا. اگر من بگم ران اون اسکریپتی که دارم در یوبوت، اتفاقی که میفته اینه که سعی میکنه به کامپیوتر من وصل شه، البته کابل شبکه‌اش قطعه نمیتونه وصل شه. مجبوره که تنگ این کابل رو پیدا کنم. من خب دریافت کرد اون تیکه که قرار بود رایت بشه رو اریز کرد و این فایل اطلاعات دریافت کرده بود رو روی نند فلش ریخت. کاری که کردم بوت لودری که ساختم رو روی نند فلش منتقل کردم. یک بار این مراحل رو با جزئیات دیدیم، برای کرنل و روت فایل سیستم هم همین مراحل طی میشه، ولی خب من دیگه جزئیات و توضیحات رو دیگه تکرار نمی‌کنم. خب الان اگر من این جامپر رو به سرعتی تغییر بدم که از روی نند فلش انجام بشه، با توجه که حتی این استیکار رو در میارم، انتظار دارم که بوت انجام بشه. یعنی بوت لودر اومد بالا و دنبال کرنل گشت، کرنل رو پیدا نکرد. قدم بعدی ما کامپایل کرنل. کرنلمون هم داستان شبیه یوبوت داره. کرنل سورس استاندارد داره. کرنل دات کورد محل محلی اون سورس، محل آفیشال اون سورس. باید مطابق همون روال قبل یک تچ میزده بشه، دیوایس درایور های لازم توی بورد در واقع روی کرنل اعمال بشه و با دستور میل کانفیگ میتونید تنظیم های مختلف روی کرنلتون انجام بدید، قابلیت های فعال به فعال بکنید و باز هم برای اینکه کوتاه‌تر این کار رو انجام بشه، از این تنظیم دیفالت FX0.dev کانفیگ استفاده خواهید کرد که با میل FX0.dev کانفیگ اعمال میشه و در نهایت کراس کامپایل. دوباره مراحل رو من فکر می‌کنم سریع بتونیم پیگیری کنیم. دو کجاست؟ بیان بیرون، دوباره بیان بیرون توی کرنل. من دو تا کرنل رو در واقع دو تا کرنل، دو سه تا کرنل برای این بورد پورت کردیم. من حالا مثلا میگم 2635 می‌گم. قدیم رو پاک میکنم. دوباره تروال هست، باید بازش بکنم. سورس کرنل قرار کامپایلش بکنم. قرار از این کامپایلش بکنم باید پچ بزنیم.
کامپایلش یه مقدار طولانیه و وقتمون رو میگیره، ولی کامپایلش میزنیم کامپایل میشه، ولی کامپایل شدهش رو هم جایی نگهداری میکنیم. پچ دشت پیوان پچ در واقع بی اس پی که قراره روی 2635 اعمال بشه رو میزنیم. حالا پچ بزرگتری کامپایلر در واقع کراس تو چین لازممون بود. اعمال میکنیم و می‌دهیم ایپکس ویدیوز به بعد کانفیگ و میک داش جی هش گریانمون ساخته میشه. یه مدار زمان بره ترجیح میدم به بحثمون برسیم و برمیگردم نتیجه ساخته شده شو ببینیم. در نهایت قرار یک زد ایمیج داشته باشیم. زد ایمیج کرنلی هست که ساخته شده یک فایل باینری قرار روی بورد در محل خودش قرار بگیم. زد ایمیج رو در انتهای مراحل کامپایل خواهیم دید. ایزی باکس هم به همون ترتیب باید دوباره پیکربندی بشه، سورسش مشخصه، پیکربندی بشه، وابسته به سخت افزار نیست، نیاز به پچ نداریم. پیکربندی بشه، اگر چیزی بخواد اضافه یا کم بشه ما باز هم امروز دست نمیزنیم به تنظیماتش، با همون تنظیم رو دیفالت بشه. خیلی هم تنظیمات خیلی زیاد، یعنی خیلی از آشنایی که ما استفاده می‌کنیم روش هست. با همون نام کامپایلش می‌کنیم، فقط می‌ریم استاتیک رو در واقع فعال می‌کنیم که صورت استاتیک بیت بشه. من توی یک تر دیگه ای من برای که داره کامپایل میشه من بیزی باکسه رو فقط بازش کردم، کار دیگه ای نکردم، قول میدم که راست بگیم. با میک بینیم کانفیگ میتونم وارد تنظیمات بشم. در اون که نمیتونستم این کار بکنم، ولی اینجا خب مجبورم این کار بکنم، باید حتما بزنم یه خود استاتیک بیگ بکنم کارم بکنم. نیازی به اون لایبری های GDC و UCDC روی بورد نداشته باشم. یه سری تنظیمات شبیه کرنل اگر کار کرده باشید حتما آشنایی دارید باشید. توی بخش بیلد آپشنش من باید اون ستاره که اونجا میبینید رو زده باشم، فعاله خط اول بیلد بیزی باکس از استاتیک لایبری نو شیر لیبز، به لایبری های شیر نیاز نداشته باشید. و کراس کامپایلر پرفیکس رو هم بهش معرفی میکنم، همون آرم لینوکسی که ابتدای بحث بهش اشاره کردم. قبلی ها به صورت دیفالتش وجود داشت، اینجا لازم بود که بیام مکنیک کامپیوتر بزنم و این رو در واقع بزنم، تنظیمش رو انجام بدم. خب از من میخواهی که میخواهی تنظیمات رو هم انجام بدم، مهم نیست اینجا نیست، آرم لینوکس رو پیدا میکنم. سکیلز اد آرم من اگر بزنم یک دشت جی هشت شروع میکنه به کامپایل کردن، یعنی در اون کراس کامپایل کردن بیزی باکس. یه سر بزنم به کرنل ببینم کارش انجام نشد، تمام نشد. خب بیزی باکس هم اگر تکمیل بشه مرحله بعدی برعکس اون یکی ها که نصب نداشتن، این نصب هم داره. میگه این استاک که بزنم میاد اون در واقع لینک ها رو برقرار میکنه و یک لیستی از فایل های لازم LS, CP, TFTP, MKDI همه این ها رو برای من ایجاد میکنه توی فولدر. فولدر رو سایی فایل underlying Linux هستش. خب این بیزی باکس من کامپایلش انجام شد. من میزنم یک install چون طرف داره کرنل رو کامپایل کنه تو همین دایرکتوری داره فعلا، در واقع پیش اینستالشه. چی میگم؟ پری اینستالشه. میشد اون کار رو بکنه ولی من NFS نیوردم بالا، فعلا توی فولدریه که بعدا اینو تبدیلش میکنم به یه ایمیج، یعنی
تمام این فایل ها که داره اینجا میشه، مثلا این استار اسمین نمیدونم LSCP همین اینها داره یه سری لینک ساخته میشه تو این فولدر این استار و من اینو تبدیلش میکنم به یک ایمیج. خب ببینید که الان کارش انجام شد. نه من اگر بخوام این رو تبدیل کنم به یک ایمیج، به یک پروژه دیگه نیاز خواهم داشت. برای اینکه اون فولدر آنجان در این استار رو تبدیل کنم به یک ایمیج که بره روی منفلش رو هم قرار بگیره، بعد از پروژه یافتس رو ایمیج یافتس تو یوتیکس استفاده کنم. پروژه یه که برای کارتوی مختلف با در واقع فرمت یافتس میتونه به من کمک کنه. فرمت یافتس چیه؟ فرمتیه برای در واقع درک اطلاعات یه منفلش ها. همونطوری که روی سیستم خودتون مثلا بور داریم، بیسیسی داریم، فتس داریم، NTFS داریم، فرمت های مختلف فایل سیستم های مختلف داریم، یک فرمت استاندارد برای نرم‌فلش ها به دلایلی که در مورد ساختار سخت افزاری نرم‌فلش به جاش نیست در مورد صحبت کنیم، فرمت یافتس. ما از یافتس رو استفاده میکنیم. اون فولدر آندرلاین استار رو بعد تبدیل بکنیم به یک ایمیجی که ازش استفاده بکنیم. خب قبل از اینکه اون کار رو بکنیم یه نگاه بندازیم به آندرلاین استار که در واقع نتیجه کامپایل ویزیباکس ما بود. حالا من اینا قبلا درست کردم توش، ولی میتونیم یه بار من پاکش میکنم، میزنم میکین استار. اگر آنگاه این سال رو ببینید میبینید یه دونه نیم هست، لینوکس آرشلی هست، هم ایت اونه اسمین و یوزر. خبری از اسلش دف که یکی از فولدرهای مهمه وجود نداره. من باید دستی ایجادش بکنم. mcardai دف من در واقع من ندارم اسلال دف و اون دف برای من ساخته شد. بعداً اگر این رو تبدیلش بکنم به یک ایمیج و روی بورد رایتش بکنم، خواهم دید که یک همچین ساختاری به عنوان روت فایل سیستم روی اسلش من ایجاد خواهد شد. این میشه فایل سیستم ابتدایی کار من. به غیر از این من یک سری ابزار دیگه هم لازم دارم، چون وقت نیست من نمیتونم توی چند مرحله برم. یک بار این مرحله رو بهتون نشون بدم، بعد اضافه کردن اون نرم‌افزارها رو دونه دونه بهتون نشون بدم. همه رو همینجا با هم ادشون کنیم. یکی دیگه از فولدرهایی که نیاز داریم محلی برای مانت کردن پراک، mcardai پراک. الان من یک پراک هم دارم و خب بذار بدیم این رو تبدیل کنیم به یک ایمیج. همونطور که عرض کردم بعد از پروژه یافتس توی یوتیلز استفاده رو کنیم. خیلی سخته از زاویه تیم در درجه با مانیتور کار کردن. یه بخشی بگه تمر کنده من این شخص زاویه هم تاره تیم در درجه نگیدم. اگر این رو بزنید یک سری راه نمایی به شما میکنه. یکیش یکی از در آپشن هایی که نیاز دارید آل روته که اونجوریه که همه فایل هایی که میریزی توی ایمیج پرمیشن روت بهشون داره و ECC یافتس لیاوت خاصی رو برای یافتسمون انتخاب میکنم. در بخش بعدی دایرکتوری که قرار ازش ایمیج درست بکنه رو میگیره که دایرکتوری اینستال هست و در نهایت ایمیجی که قرار ساخته بشه من یک راست آدرس TFTP رو بهش میدم
میگم برو به اسم روت فس و یاف فس برای من فایل رو درست بکنم. الان محتویات این سال رو میره به صورت یک ایمیج برای من در ساخته شد. خب احتمالا باید کرنل هم ساخته شده باشه. کرنل هم رو هم میره اینجا انجام شده تجدید میشه به انتها رسید. باید از آدرسی که ایمیج کرنل هم ساخته شده الان بوت لودر رو انتقال دادم، بوت فایل سیستم رو انتقال دادم روی در واقع مخزن TFTP. باید کرنلم رو هم روی مخزن TFTP بذارم و بیام توی بوت لودر بگم اینها رو روی فلش برسن. آر بوت زد ایمیج محلیه که ایمیج ما ساخته شد توی TFTP بوت بریزش اسمش به همون اسمی. الان اگر TFTP بوت رو با هم ببینید، حالا یه چیزایی هم من از قبل گفته بودم، اگر ما رو صرف نظر بکنیم ببینیم که یک uboot.bin بود ریختیم، یه زد ایمیج که ساختیم رو ریختیم و روت fs.yafs رو ریختیم. این بوت لودر، کرنل و روت فایل سیستم رو بود. باید الان بیاییم توی در واقع بوت لودرمون بگیم که برو همه اینها رو بریز. یه اسکریپت داشتیم که میومد برامون بوتلودر رو میریخت، بوتلودر رو اجرا کردیم، بوتلودر رو ریخت و کارمون رو انجام داد. مرحله بعدی کرنلمون میره به همون مخزن مراجعه میکنه، فایل زد ایمیجی که ریختیم رو برامون انتقال میده، توی نم فلش رایتش میکنه. مرحله بعدی روت فس. روت فس همون یه ذره حجمش بیشتره، چیزی در حدود 2.6 مگه و در واقع الان انتظار من اینه که اگر بورد رو ریست کنم رفت سراغ کرنل، کرنل اومد بالا دیگه در مورد اینکه کرنل نداره اعتراض نکرد و مانت روت فایل سیستم، روت فایل سیستم رو در واقع مانت کرد و یه سیستم دیروزی الان من دارم. من میتونم همینجا ورکشاپ امروز رو تموم بکنم. یعنی من تونستم یک سیستم لینوکسی استاندارد رو اینجا داشته باشم. الان اگر من اینجا مثلا اینم رو دیده میشه مثلا دستور LS رو که میزنم همون فایلایی که توی آندرلاین اینستال من بود اینجا وجود داره. اگر چه میدونم دستور کپی همینا وجود داره. یکی از دستورایی که جان چی رو بزنم؟ Uname-A. ببینید به من این رو میگه. حالا بهتر از این همون خب یه چیزی رو الان ببینیم proc ls proc خالیه، دلیلش اینه که چیزی توش mount نشده. من نیاز داشتم که به غیر از اینکه فضای خالی وجود داره فایل سیستم proc fs هم روش mount بشه. کاری که میکنم اینه که میگم mount dash t proc non. حالا با این فرمت احتمالا آشنا هستم. proc. الان اگر بزنم ls proc به من در واقع اطلاعات را از کرنل میگیره و اینجا نشون میده. uname dash a که دوستمون فرمودن ما اطلاعات رو شاید بهتر باشه از اینجا بهش نگاه بکنیم. proc cpu info. یه بار من سفر کار بکنم ببینم دوستان. الان اسم در واقع سخت افزار ما اسم سخت افزار رو سه تا خط می کنید ادعا سامن سر ادعا ABCD210 و R we have processor region 2D7L عنوان در واقع سخت افزار یکی این کرنل داره روش اومده بالا و داره کار. من اگر دستور uptime رو بزنم به من دیگه الان میتونه بگه که زمان روشن بودن بورد 2 دقیقه است. 2 دقیقه است که این بورد الان از آخرین بار که ریستش کردم 2 دقیقه است روشن داره من اطلاع میده. حالا من باید یک سرور بیارم بالا. سرور رو خیلی راحت با HTTPD الان من میخوام در واقع یک اپلیکیشن به درد بخور روی سیستم بیارم بالا. HTTPD یک سروری هستش که من میتونم ازش استفاده کنم. البته باید فایل های در واقع وب سرورم رو هم براش معرفی بکنم. با داش اچ میتونم یک محلی رو بهش معرفی بکنم. برای اینکه این کار رو انجام بدم من قبلا یک سری فایل ساده جمع جور مرتب کردم که من هم گذاشتم
که این آماده است که اینجا انجام بدیم این کار رو. الان بهتون نشونش بدم که همین جایی که داشتم دیزیباکس هم درست کردم یک اکسیلیر فایل درست کرده بودم، یک در واقع اسکریپت augment.sh درست کردم که با همین میبینش همون دستورتی من قرار تایپ بکنم رو اینجا میبینم. گفتم که دایرکتوری رو دایرکتوری در واقع دایرکتوری قبل تغییراتش اعمال بشه، همون آنلاین انسان رو ببینید برای این تغییراتش رو اعمال کن. چه تغییراتی؟ قراره که یک RCS با من استدانت ها دسکریپت قرار میدید روش توی سیستم های میدید همه شخصی هم این سیستم داره، چند تا دایرکتوری قرار ساخته بشه و در نهایت خط آخر رو اگر نگاه بکنید یه تروایی رو توی مسیر روت اون فایل سیستم میاد باز میکنید، هم فایل های ویب سرور من هست. من پس اجازه میخوام که فقط اجراش بکنم، یعنی همینطوری البته باید چیزی میزدم یا مسیر اون چیزی رو میزدم دیزی باکس آنده مستال یا روی این حال تردار به امال بودم. حالا یه چند تا چیز وجود داشتن اسپشتی پراک اصلا وجود داشت چون الان این در واقع کار رو انجام داده بودم و قاعدتا یه نوید مشکل داشته بشه. خب باید بیام یک بار دیگه ایمیج رو درست بکنم از ایمیج تول که فکر می‌کنم آدرسش همچنان همینجاست. فقط نه بذارم تو کاری بکنم مثلا بیام برم اونجایی که بودن سرور استش الان نمیشون دون دام کنیم جان؟ روی این سرور استش نه نیست، میتونیم براش جدا ایجاد کنیم. حالا آخر چیز در حدید دو سه دقیقه من در مورد این موضوع عرض میکنم خدمت. و اینو که ساختم ببخشید من میخواستم اینه جا درست بکنم الان ایمیج جدید من با این حساب ساخته میشه. ایمیج جدید هم رو کپی میکنم دیگه کپی میکنم در قرارد پایانی ورکشاپ رو مونه میدونم هوا گرمه عوض میکنم از شما خودش کپی هم کرد خب من فقط باید بیام توی بردم برم توی بوت لودرم بگم ران رن بوت افس یک بار دیگه بوت افس رو برام بگیر. این دفعه حجمش یه مقدار بیشتر میشه، بوت افس 5 6 مگ میشه. چی از اون رو رایت بکنم؟ نه سیستم الان رانه. نه ریسیت کردم رفتم توی بوت لودر. این پرامپت اس اس سی ای پرامپت بوت لودر. خب الان اگر ریسیت بکنم بورد رو کرنل هم میاد بالا، بوت لودر هم رفت، کرنل هم داره میاد بالا، بوت فایل سیستم هم داره میاد بالا و میبینید که اتفاقی که برای من میفته اینه که الان بدون اینکه من دست به چیزی بزنم سلش پراک من پره، یعنی مانت شده اینها توی RCS من گفته شده که این کارها رو برو بکن و حتی اگر شبکه رو وضعیت شبکه رو ببینم میبینم که یک شبکه‌ای رفته برای من ساخته. یکی از فایل هایی که اون augment.sh برای من ایجاد کرد این فایل بود که الان میتونیم محتویتش رو ببینیم RCS RCS سه خط پراک رو میاد مانت میکنه، شبکه رو برای من کانفیگ میکنه و HTTP رو برای من ران میکنه با معرفی www به عنوان فایل های سرور و در نهایت یک پرامپت به من میده که من الان توش قرار دارم. الان باید یک صفحه وب رو بیارم و انتظار دارم که بتونم از این وب سرور استفاده بکنم. یکی اینا روشن کرد؟ آره شما روشن کردی؟ بسید من کجا بودی؟
این که در واقع حالا تست قبلی منه، من اگر IP بورد رو اینجا بزنم اینجا برای من یک همچین چیزی میاد، چون وب سروری که درست کرده بودم اون ایندکس آف HTML اش همچین چیزی توش بود، داره اینو برای من میاد. حالا اینو داره رزولوشن من به هم ریخته است، حالا من اینا رو مرتب تر نشون میدم. منم HTML نویس نیستم، واقعیتش بلد نیستم. این پایینش یک کلیدی که تعبیه شده که FX300 آپ تایم، اگر این رو بزنم میره آپ تایم رو به من نشون میده. اینکه چطور این کار انجام میشه توی اون CGI script میره view of time رو در واقع فراخوانی میکنه، اجراش میکنه و نتیجهش رو اینجا نشون میده. دوستانی که وب نویس هستن بهتر از من میدونن که چطور انجام شده، ولی چون تو اسلاید هست و اسلاید ها حیفه که گفته نشه، تو اسلاید فقط ببینیمش. اول روت فایل سیستم در واقع ویژوال فایل سیستم ها رو دیدیم، مانتش کردیم، الان کار رو اتوماتیک انجام میشه. یعنی تب نیاز نداشتیم ولی میتونستیم داشته باشیم، استفاده نکردیم. یعنی تب رو همه میشناسن، توی ETC قرار میگیره و در واقع کانفیگوریشن های اولیه رو برای سیستم معرفی میکنه، که مثلا وقتی که سیستم اومد بالا اکشن عملش نسبت به مثلا شاتدان چی باشه، نمیدونم RCS رو بهش میگه که برو اجرا بکن با اون اسکریپت اولی، استارت اپ اسکریپت میگه همه میشناسن. نتورک رو تونستیم با if config رانش بکنیم، در واقع نتورک رو بیاریم بالا. پینگ انجام ندادیم ولی میشد پینگش هم بکنیم، مشکلی نداشت. به هر حال وقتی که این در سرور ران شد نشون میده که پینگ هم حتما انجام میشد. HTML فایل ها رو توی اون www کپی کردیم که دیدیم اون اسکریپت برامون این کار انجام داد و در نهایت در سرورمون رو ران کردیم. اون RCSمون رو توی خود بورد دیدیمش، همین سه خط بود که این عملیات رو به جای اینکه دستی انجام بشه به صورت خودکار انجام میداد و دیدیم که خیلی با روش ساده تونستیم این کار رو بکنیم. فقط این موضوع، چند تا موضوع که فکر میکنم بدیهی باشه، نیاز به گفتن هم نداشته باشه، هر اسکریپتی یک خط اولش یک شبنگ بین بش بین اس اچ داره که این رو نباید فراموش بکنیم، حتما باید بذاریم قاعدتاً. و در نهایت اینکه این رو پرمیشن اگزیکیوشن هم بهش بدیم چون قراره اجرا بشه. اون سی جی اسکریپتی که آف تایم رو برای ما معرفی میکرد، در واقع ایجاد میکرد، اینجاست. ببینید که یک سری در واقع فایل HTML رو روی استیدی آوت داره مینویسه. فایل HTML خط به خط داره با اکو ایجاد میشه. یه اسکریپتی که داره اینطوری ایجاد میشه. کانتنت تایپ تکست HTML الی آخر تا اون قسمتی که در واقع اکو آف تایم، آف تایم رو روی بک تیک گذاشته، یعنی که بک آپ تایم رو برو اجرا بکن، نتیجهش رو اینجا اکو کن و نتیجهش میشه همون صفحه‌ای که با هم دیدیم. در نهایت هم با توجه به اینکه این سی جی اسکریپت بعد اجرا بشه بعد پرمیشن ایکس هم بهش بدیم مشخصه. خب موضوعی که من می‌خواستم بگم تموم شد. حالا به جای 90 دقیقه من یک ساعت و ربع شد، ولی باز هم یه ربع از زمان استاندارد رو می‌ذاریم جلو چون دیر برگزار شد، دیر شروع شد کار. من فقط این رو عرض بکنم، این یک دید 20000 پایی بود از موضوع. موضوع خیلی 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 گسترده‌تر از این قضیه است. عرض می‌کنم کورس استانداردش حدود 1200 تا اسلایده که باز همونم یه اوورویو به این موضوع. خیلی خیلی گسترده است. هر کدوم از بندهایی که گفتیم میتونست خیلی گسترده‌تر درباش بحث بشه. ممکن بود که نیاز پیدا بکنیم به استفاده از لایبرری ها، ممکن بود در UCLipsy یا GLipsy استفاده بکنیم به صورت شیرد لایبرری که ما اینجا استفاده نکردیم، و ممکن بود که ابزارهای دیگه نظیر چیزی که دوستمون فرمودن SSH و چیزهای شبیه اون رو جدا کامپایل بکنیم در کنار بیزی باکس بذاریم. بیزی باکس فقط اون سویس آرمی نایف ما بود. ابزارهای استانداردی که اکثرا بهش نیاز داریم رو بهمون معرفی کرد. ابزارهای خاص و اپلیکیشن های خاصی که خودمون می‌نویسیم رو بعد کنار این بیزی باکس می‌ذاشتیم.